فهیمه جان، خیلی کاروبارمون میزونه، هی تو هم به این وسط مزاحم شد. از چی میگه منیش؟ اکبر کاروبارش سکه هست. بابا آقا برام برادرزن گل و گلاب. برام جون از شانس ماه دیگه، اون از آبجی شما که تو توهمه، اینم از کار و کاسته بیم. خود ننه من قریبم بازی در نیاد، پول جور کردی یا نه؟ که میبینی اوضاع جفت و جور نیست، شدیم برج مراقبت این مگسا. چیره خودتا بسر، اینجایی که من میبینم بیشتر واسه قایم شدن خوبه، نه کار و کاسه بیم. بعدش هم ببینم، اصلا تو میدونی بهداشت یعنی چی؟ آره اینجا هم نمیشتم بهداشت. حالا هرچی، فعلا باید بدهکاری تو صاف کنی. تو که تا حالا آقایی کردی، یه هفته دیگه هم روش چونه برام از خجالتت در میام. الحق که سنگ پا جلو دنگ میندازه بشر، فعلا هرچی داری رو کن که بعد جوری خوردم بخنسی. ببینا، یه رو اکبر نیست؟ چرا رئیس، خودشه، عروضا بدهیشو صاف نکرده. بفرما برام شو، فقط یه دوتومنی تایی جیبم بمونه، آبجیمنی شاکی نشه. بچه ها گفتن اکبر جیگردار شده، باور نکردم. ببینم همه دل جیگر ها دیجا چند جیگر همش به کارتون نمیاد، دزیاش مردونه است. اگه میشه مرحمت کن اون پولا صاحب داره. قصه ای صاحبشو نکن، بایسا کنار، مگه نه رئیس؟ برم جون بهتر شما دخالت نکنی، آقایون آشنایی جورایی. آره جیگر، آشنایی، اومدیم آقا رو بریم پیکنی، شما هم بایسا همینجا، یکی از اون مردونه هاشون. ببینم آقا پسر، مثل اینکه تو نمیدونی من کی هستم. ببینم تا حالا اسم بهرام ورسی به گوشت خوردی یا نه؟ جوجه برو کنار، ورسی رو. اینا کیان اکبر؟ این نامردا اصلا کارات وارد حالیشون. نامردا برادر زن منو میزنید، حالا همتون رو میگیرم. که راستی در رفت اکبر نامرد، حالا دیگه ما رو قال میذاری در میری؟ حداقل صف کن منم دنبالت بیام.
حالا این من حیاتیش تغییر نکرد. جی سی اس اچ 3 نگهداریش تو این وضعیت کمکی هم بهش نمیکنه. فرندیته. یعنی چی؟ ببینید، ما همه تلاش خودمونو کردیم. اگه قول بدید به احساسات خودتون غلبه کنید، باید بگم که امیدی بهش نیست. نیست؟ ببینید، من نمیخوام دروغ بهتون بگم. نگه داشتن پسرتون تو این شرایط فقط و فقط هزینه تراشیه. تموم کرده. بدبخت شدی زن، بی پسر شدی، خاک بر سرت شد. فامیلتون افتاد، هم این هم خیلی ناجور که نگفتم، نه؟ اختیار دارین آقای دکتر، شما کاری نکردین، فقط به وظیفه نظام پزشکیتون عمل کردین. همون ببخشید. بله، یه چند لحظه میتونم وقتتون رو بگیرم؟ وقت من آقای دکتر؟ بله بله بله، خواهش میکنم. دستتون درد بفرمایید. دکتره با من صحبت کرد، گفت آقا جون اگه قرار بود اتفاقی بیفته تو این پیمان میافتاد دیگه. خدا بیامرز مرگ مغزی کرده، یعنی دیگه هیچ امیدی نیست. چجوری بگم، کار از کار گذشته. چجوری کار از کار گذشته؟ من خودم دیدم، بچه‌ام داشت نفس میکشید. مادر جون، به خاطر اون سیرنگ میرنگ و کابمابلایی که بهش وصله، اونا رو ازش بکشن نفس هم دیگه نمیتونه بکشه. اون فات همه سلوان. آه راستی، یه چیز دیگه هم گفت دکتره. چی؟ آقای دکتر گفت حالا که مریض شما با امید خدا رفتنیه و خدا رحمتش کنه، بهتر نیستش که اما و احشام و جواهرات بدنشو بدیم به یه بنده خدای دیگه. با رفتنیشون یه همه چند تا مریض دیگه به دنیا میاد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اعضای بدنشو ورداریم بذاریم تو بدن یکی دیگه. آره، تقریبا یه همچی چیزی. دکتر غلط کرد با تو، خاک بر سر بی غیرتت کنن. چرا با کله نرفتی تو صورتش؟ بزنید دماغش خون بیاری. ای بابا، بزنم تو کله دکتر مملکت که چی بشه چی؟ دکتر مملکت نباشه، دکتر یه جای دیگه باشه. اه مردی که جلوت نشست گفت جنازه برادر زنت خیرات رو تو هم مثل بود نگاش کردی. آخه من به تو داماد نامرد میرنگم. آقا جون یعنی چی این کارا؟ یعنی چیه زهر ما؟ آقا بگه من چند تا بچه دارم، چند تا پسر دارم که یکیشو خیرات کنم. کجاشو میخواد؟ نمیدونم، اینجوری که آقا دکتر میگفت مثل که کلیه قلوه چیزیشو میزن به یه آدم مریض بیمار دم فوت زنید. همینجوری؟ بیجا کردم، من یک تانه موی بچه هم همینجوری به کسی میدم گفته باشم. همینجوری هم که نه، لابد هدیه یه کادوی پولی مثلا چقدر؟ بالاخره یه مقداری هست که بشه یه مراسم آبرومندانه یه سیوم و هفتم و چهلوم براش بگیریم. به همه هم عدم باقالی پلو و دوست جور نه یادم اومد، چلو کباب. به همه عدم چلو کباب میدیم. چلو کباب برگ و کوبیه اضافه خیلی نیست. اینو راستی که حالت خوبه؟ یه والا چی خوبه؟ حالت کدومه خوبه؟ تو میخوای پول خون پسر منه که ادعا میکنی رفیقته بگیری به مردم چلو کباب بدی؟ توف به اون رود بیاد. وا آقا جون، بده به فکر آبرومونه.
همش همین؟ نه بابا، این آقا جونه اگه بذاره توضیح میدم دیگه. بابا اقیهش میتونیم یه دستی به سر گوشه خونه آقا دینا بکشیم. درست خانم، این تلویزیونی چیه انقدری؟ اینو ورزن من یه الیسیدی خانواده ها پهلا خیلی توپه. الیسیدی چیه؟ چیز خوبیه. دو تا قالیچه تبریز، رنگ پوست پیازی، دستباف. خونه خودمون، خونه خودمون رو بالاخره کارشو تمام کنیم، پایان کارشو بگیریم. یخچال سای وایستاد برای واسه خانم بگیریم، بره توش دور بزنه، یه چیز آب یخچال بیاره. بالاخره یه برادر زن که بیشتر نداشتیم خود بیامون. همه جوره خودمون رو همه زنگیم. آقا بیستوالی رو انداختی؟ بالاخره چقدر میدم؟ من فکر کنم 50-60 میلیون دیگه رو شاخشه. خیلی خوب، بقیه رو بذار به عهده خودم. ببخشید میتونیم شروع کنیم؟ مادر دیگه. اگه حضار به احساساتشون غلبه کنن شروع کنیم لطفا. آقای دکتر شما چیکار به احساسات ما دارید؟ حرفتونه بزنید دیگه. من نشاندار هستم، کامران نشاندار، دختر نازنینم. الان سال هاست هفته ای سه بار به خاطر کلیه‌هاش داره دیالیز میشه. آخه حالت خوبه همونجون الان؟ بله. من تو زندگیم رو هر چی دست گذاشتم بهش رسیدم، ولی الان فقط سلامت دخترم برام مهمه. آخه چه دختر نازیم از فرج. مرسی. حاضرم تمام زندگیمو بدم تا دخترم دوباره سلامتیشو به دست بیاره. ان شاءالله. وقتی آقای دکتر گفتن شما حاضرین کلیه پسرتونو به دخترم بدین، انگار خدا دید. شما نمیدونید با این کارتون چه شادی بزرگی رو به زندگی ما برگردوندین. نمیدونم با چه زبونی ازتون تشکر کنم. همون زبون فارسی بهترین زبونه. بس متشکرم، واقعا متشکرم. بس بهتره که بدیم سر اصل مطلب. آخه تو این دور زمانی هیچ کس مثل خانواده شما نیست. مال من آواش، مال من ببر. الان سلام مقدرت میخوام خانم عوضم سلام میرسونم. نه با من خیلی میگم بریم سر اصل مطلب. یه حرفایی متفرقه میزن. باشه من میگم، میگه بریم سر اصل مطلب. نگران خواهر دیگه. باشه خدا. چی فکرشو میکرد؟ دختر من با مرگ پسر شما دوباره متولد بشه. فرج بذاره بارو میگم. ما داره لی فداد میشه. عزیزم. تو باز گریه کردی؟ ای بابا الان موقع گریه کردنی؟ آقا بفرمایید شما. بله عرض میکردم. من به خاطر اینکه بخش کوچیکی از محبت شما رو جبران کنم، حاضرم تمام صورت حسابای بیمارستان رو متقبل بشن. البته شما میدونید ما این کارو فقط به خاطر شادی روح بهرام و ثوابش میکنیم. بله. وگرنه خوب میدونید که پول عین چرک کف دست میمونه. بله عرض کردم که تمام مخارج بیمارستان رو متقبل میشه. همین؟ به اضافه یه مبلغ ناچیزی که البته جبران محبت شما رو اصلا نمیکنه. چقدر مثلا؟ نمیدونم چقدر بنویسم دیگه. بالاخره کلام خودتون دیگه. البته این چیزی که دارین میگیرید خیلی تمیزه، عکستون توش میفته، یه خارجوش نداره. نوینو درسته مادر؟ آره والا بچه هم این شاخ شمشاد بود. ورزشکار سالم، صبح به صبح آب انارش درد نمیشد. مگه نفر جاقا؟ بله صفورا خانم. آره. درست میفرماید. من بچه من پدرم در اومده، کلی زحمت کشیدم تا به عرصه رسوندمش. به دنیا که اومده قوطی شیر خوش براش خریدم که وقتی بزرگ شد عقده ای نشه، کم بود نداشته باشه. شیر مادرم میخورد. حالا دیگه خودتون از چی کرمت. 50 میلیون. خوبه؟ ماجرا همین بود که خدمتتون. این شوتریه که در خونی همه میخوابه. اون بنده خدام دستش از دنیا کوتاست. بله. وظیفه بازمانده هاست که کاری کنن تا روح مرحوم در آرامش کامل بشه. خب نفهمیدین کار شما با من چیه؟ من چه کار میتونم براتون بکنم؟ آه اینو خوب اومدی. ببین میشه با ایتیر دو نشون زد. یعنی میشه کاری کرد که هم رو اون مرحوم به علوه درجات برسه، همین که بازماندگانش به نون و نوایی. اینطوری خب دعای خیر بیشتری هم نثار رو اون مرحوم میشه.
ببخشید من متوجه نمیشم، بهتر نیست بریم سر اصل مطلب؟ اصل مطلب همین کار خیریه که گفتیم دیگه. خب ما هم واسطیم برای این کار خیر، فکرش هم کمی کنیم ببینی چه کاری بهتر از تامین یدکی برای خلق خدا. شما هم که تو کار خیر بوی ثروت رو از ما رو بودی، خبرش رو داریم که یکی از کلیاشو چند دقیقه پیش دادی رفت. حرف ما پیشنهاد همکاری تو امر خیره، اینجوری زندگی شما یه تکون اساسی میده. اون مرحوم زنده هم که بود همیشه دوستاش زندگی مادرشینه، خودش من که دو مادرشون هم یه تکون اساسی بخورن، ولی قطبت نشد. خب چه بهتر عمل به وصیت میت هم که از واجباته. میبینی کار خیر همینه. بالاخره آخرش نفرمودین من چه کار میتونم برای شما انجام بدم. فرج آقا خیلی با اینا چونه نزدین. نوتی آقا جون از واقعا برعکس، شما زود کنار اومدین با شما. اگه گلشی بودین من به جای شما همه چونه ها رو میزدم و میتونستم ازشون باور کن دویست رو هنگی بیشتر میزدم. آخه دلم برای این دختره سو خیلی کم سن و سال بود. دلی تو حال بچه خودت بسوزی که قراره ناقص بری زیر خاک. به قول خودش ما به دخترش حیات دادیم، زندگی دادیم. والا اگه من جای اون بودم تو برای برای این پولو بهش میدادم. میرم الهی بادر برام ایش وقت یه ملی تو من پولو یه جان ندیده بودی. تازه میدونی چی میگفتن که میگفتن؟ میگفتن گروه خونه برادر خانم از خیلی کم داری. اوی منفر اصلا گیری نمیاد. کیا؟ هیچ که این نگهبان ها لازه به همین حرف میزدن. ببینم تو دوره افتاده مزنه دلیجگره بچه من از این مروبر میپرسی. ای بابا آقا جون، آقا جون زهره مار، من یه نمی نشارت آدم فروشی را انداخته، دست از داره بچه من بر نمیداره. زشته آقا جون، مثلا ما عزاداریم. غلط میکنه این کارا رو میکنه. آدم فروشی چی آقا جون، چرا گندش میکنین؟ یکی دیگه اون نگهبان ها تو بیمارستان گفتن ما اشتباهمون این بود که اومدیم اینجا مطرح کردیم. تو بیجا کردی ماما، حیاب نمی کنه بی حیاب. آقا جون بس فرج آقا، این چه کاریه می کنی؟ کلی کار ریخته به سرمون. به درک پس فردا کلی آدم می ریزن دو خونه به خاطر بهرام من. راست بشین ببینم چه خاکی باید تو سرمون بکنی. بفرما نشستم. بفرما بفرما. این چه گفتیه؟ کلی کار داریم آقا جون، کلی آدمه که باید دعوت کنیم، کلی چیز هست که لازم داریم بخریم، کلی کم و کسری داریم که همش رو نوشتم اون تو. به درک که کم و کس داریم. شما باز یک قرون پول به خودتون دیدین؟ بیا بابا من از قرض بازی خوشم نمیاد. قرض بازی چیه مرد؟ آبروی بچمه، این پولی که جلوی پول خونه بهرامه، اگه نذاری خرج مراسمش بکنم به خدا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. شیرفهم شد؟ الهی ببینم برات که پول خودت هم نمیذارم برا خودت خرج بکنه. چش صفور خانم باشه، من شیرفهم شدم باشه، هر غلطی دلتون میخواید بکنید تا آبروی مراسم بهرام خراب نشه باشه، ولی به یه شرط، هیچ احدی نباید بوی از قضیه کلیه ببره، ولی با من طرفی بخصوص تو. کلیه کلومه؟ پس تو نمیدونی، اینجوری خوبه. ببین چقدر کم و کسری داریم، اینا رو باید چجوری تهیه کنی؟
هیچی میگه خانیش کنم با اون رفق آدم رو گذرد باشم. صاحب که بینیم اینا چیکار میکنن؟ آقا فرش تبریک بگم به سلامتی میشم. خیلی ممنون آقا. تو تصیحه هست کن آقا فرش. خواهش کنم. قیمت ها رو همچین یه خوره نچلوندین. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان ببین مثلا همین فی چشم شما نوشتی انقدر تو بازار چیز دیگه است. من سوال کردم خیلی بالاتر از این حرفا. شما نگران نباش سهم شما محفوظه. بدش من بالاخره من که تنها نیستم. خانواده این بنده خدا متفاوام هستن و تو. ای بابا بفرما. در ضمن من قول کلیهشو منظور اون یکی کلیهشو به کس دیگه دادم و پیشم پول گرفتم تو اون. یعنی چی؟ مثل ما با هم قول و قرار داشتیم و یعنی این که بیمای فتیره داداش آها این شد. شما یه امضا پای این کاغذ بنداز. چی؟ هم معامله رسمی تر میشه هم این که خب خیال هر دو طرف راحت تره. لازمه؟ بله که لازمه. واسه اینه که یه وقتی اگه شیطون گولت زد خواستی دورمون بزنی تمام اعضای بدنتو مصادره کنیم. یه جورایی گارانتی جنس. سالمه تو عمری 30 سال یه سیگار نکشیده تا قهرمان المپیکی پیش رفت. رفتن المپیک هوا به ما جا نبودیم بند خدا سواشه. مشتریای ما پول خوب میدن جنس خوبم میخوان. ای بابا من دارم میگم یه نخ سیگار نکشیده تو عمری. برادر زنمه چند دفعه خواستیم ببریمش این بر اونور حالا اول نیومد. خب بنویس واسش. قربون این صفراشو کم ننویسی. بخوری درشتر بنویس پانکی بتونی بخونه. سلام آقای ابراهیم. سلام اکبر آقا. خدا بیامرزه آقا بهرامو. خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. در تلاشیم که یه مراسم توپ آبرومند براش بگیریم دیگه. بالاخره یه محله بوده و یه آقا بهرام. بله عجب خیر و برکتی هم داشت خدا بیامرزه. ما که نشنیدیم چیزی گفت. ببخشید ماشین مزاحم منزل شماست. چی؟ برای چی اینجوری نگم کنی؟ آدم حسابی تا حالا نایدی؟ ببخشید آقای دکتر. ای وای این بچه ها چقدر تغییر کردن. برسته اون بسته رو برنشته رفته اموز آس سال خیلی ریخته تو این خونه. این رو بگم چیکار شد این هم میخونه تو این زرده به همه چه دستگاه توپی تا میری چی ساخته؟ خیلوشون کجا رفته آخه؟ چی بگم؟ من نمیفهمم آخه چی بگم؟ چی بگم خانوم؟ ببینید چه بساطی را انداختیم. ببینید من بگو که عقلمو دادم دست شما. چی اینقدر شلوغش کردی؟ بگه بشین. سرم گیج دفت از بس این اتاقو بالا پایین کردی. هی رژه میره.
همینه دیگه. نشستم سر جام، دستمو گذاشتم رو دستم، حرفی هم نزدم، این بساط رو راه انداختم. ببین برای 4 تا تیگه جنس چه کلی بازی در میاره ها. من اومدم آبروی توی بچه‌مو بخرم، من اینا رو برای خودم گرفتم. اگه برای خودم خریده بودم تو جای این یخچال سایت بای سایت میرفتم دوقلوشو برمی‌داشتم. مامان راست میگه دیگه آقا جون، دور زمان عوض شده، الان مردم عقلشون به چشمشونه. آخه بابا من نمیفهمم، مگه عروسی ننه منه رفتی جایزیه براش خریدی؟ 2000 پول اومده تو این خونه، شما دوست دارین این 2000 رو 2 روز فودش کنید هوا؟ حال نمیخواد شما هم انقدر جوش بزنین، کلی از پول مونده. کل مونده؟ کجا مونده؟ من که ندیدم. نگاه کن چیکار کردن، سر امیروزی رو جمع کردن و اونها ریختن اینجا. تو هم انکار اقا ناراحتی ده؟ حضرت آقا ممکنه بفرمایید اون اتاق که بیرونه مالکیه، از کجا آوردی؟ من؟ نه خیر من. وای اکبر خیلی خوشگله، پولش از کجا آوردی؟ منش تو که میدونی لیزینگه بابا اون دیگه قصی. من گفتم این روزه با ماشین خیلی کار داریم، باید این ورون ور بریم و به کارا برسیم. آژانسی هم هر وقت زنگ میزنیم میگن نیستن، رفتن تریپ. میبینی آقا جون اکبر خودش حواسش به همه جا هست. آره جون خودش. من کاری به این حرفو ندارم، فقط حواستون رو جمع کنید. اگه اهل محل از قضیه کلی سر در بیارن ها، این یه ذره آبروی حیثیت هم که داری با از بین رفته. آقا جون شما خیال تخت، ما همگی حواسمون جمع. نگران نباشید، مشکل پیش نمیاد، همه چی مرتبه. ایشالله عمل پیوند انجام میشه. بابام قهوه چی بود یا ننم قهوه خور؟ خود نگاه کن ببین توش چی نوشته. انگلیسیه. خودتون مخت نکنن، چقدر بهت گفتم برو زبان یاد بگیر. به درد یه همچین روزی میخوردم، حالا جمعش کن آبرومون میره. خواستم واسه مهمونا قهوه درست کنم، کلاس داره. ببینم الهی بچم چقدر قهوه دوست داری. این چرت پرتا چیه سرهم میکنی؟ میشه یه بار غور نزنی؟ تو چه مربوطه؟ تو چه کار داری؟ آقا برام که قهوه خور بود که دوستم داشته باشه. تو کارت نباشه، به جای این حرفا حواست به میرزا باشه که فردا هوشیار آخریار بخونه، بعدشم به موقع بیاد، همه چیزا مرتب باشه. برو خدا. جاش نام پسرا گشت داری گس فراغ
هوای پاک و ورزش میتونه این قسمت از بدن رو ببینید برای همیشه تا دم فوت صحیح و سالم نگه داره. این قسمت از بدن رو چی بهش میگم؟ ریه، شش، همون جگر سفید معمولی. حالا فرض رو بر این بگیریم که میتی داشته باشیم که سیگاری و دودی نباشه، به جاش ورزشکار باشه، اون وقت ریهش توی بازار قیمت نداره. برام من خدا بیامرز بزنم به تخته، خیلی به سلامتیش میرسید. درست. لب به سیگار نزد. فایدهش چیه؟ الان که مرده. اتفاقا ملی جان اشتباه نکن، مهمه که یه میت سالم از خودش بعد از مرگ چی باقی میگذاره. مثلا شما میدونید قیمت یه قلب سالم از یه میت سلامت چنده؟ مثلا اگر میت شما دودی نباشه و ورزشکار باشه، وقت دارای چه قلبیه؟ اکبر جون، تو که سر تو بازاره، مزن دستته، یه قلب سالم این هلو بگو بینم چند میارسه؟ والا نرخ متغیره، بستگی به گروه خونی میت داره و جنسی که میت با خودش داره. بله بله، تشریف داره. گوشی آقا جون. کیه؟ نمیدی کیه؟ نه. بله بفرمایید. بله. عمدیه این بیمارستانی ها بوده سیاکاری کردن و یه جورایی ما رو گشتن سر کار. آخه این نشد که شل کن صرف کن، یه رو میگن زنده هست یه رو میگن مرده. بالاخره ما نفهمیدیم مریض ما مرده زنده چیه؟ مگه نمیبینی بچه‌م داره نفس میکشه؟ بازو قبلا هم نفس میکشید دیگه. قبلا نفس نمیکشید؟ نه خیر، قبلا با اون شیلنگ های مصنوعی نفس میکشید. بالا اون شیلنگ ها بود، اگه نمیدی شیلنگ ها رو در بردن، الان خودش داره نفس میکشه. آقا جون، اون شیلنگ میلنگ ها مال نفس نیست، اون شیلنگ آب بابی چیزیه، رولا بود مال آب ریزشی بینه بوده. این داره چی کام کنه؟ چرا خوبه چرا تو چشش که؟ خب مرده به تو چش هر مرده چرا خوبه بلده زنده میشه دیگه، نباید این کارو بکنم. بعدم شما آقا جون خبر نداری که، شما که چک ندیدی، بدهکار که نیستی. من بدبخت چک دادم، یه پیشقسط قلمبه دادم برای ختمش فقط. من چند دفعه به شما گفتم اینقدر ریخته پاش نکنید؟ پنج بار لااقل به اون زن خیره سرت گفتم. دختر شما دیگه منی. نمیخوام دختر من باشه، زن تو. گوشش بدهکار نبود. من این روزو میدونستم، یه همچین روزو رو میدونستم. بالاخره یه سیبو بندازی بالا، هزار تا چرخ میخوره تا بیاد پایین، درسته؟ خدا رو چه دیدی؟ بلکه یه گوشه چشمی رو بابا کنه خدا، یه لطفی هم به این بند خدا این عبن ببرده. چی؟ یه چه بابا چیه؟ حرف دهنه تو بفهم. ای بابا، شما هم که نمیشه بهت حرف بزنید، تا میایی باید حرف بزنیم گارد میگیری میشی بروسلی، این خروچنگی. همه از دیستر این دکتره بوده، این اومد این بند خدا رو انگولک کرد، انگولک کرد، بالاخره به هوش اومد. هر مرده ای رو انقدر انگولک کنی زنده میشه دیگه. خوب شده کلیان اولش فروختیم تا امریک بایی. حالا بالاخره این زبون به دهن میگیری بفهمم که خاکی تو سرم شده یا نه؟ این کار شما؟ بله سامون آقا دکتر. نه نه آقا، این که اینجوری نبود. چجوری بود؟ از خودش یه خود به خود اینجوری شد. ما از موقعی که اینجا واسدادیم دست به چیزی نزدیم. پچه نیم ساعت پیش اینجوری بودم. من چه میدونم؟ همکارهای شما نمیدونم میان، ما چه میدونم؟ بله بیمارستان شما ببخشید آقای دکترها، گندش رو در آوردید. یه دفعه میگید بیمارتون رفتنیه، یه دفعه میگید مرده زنده شده. حالا من چه بلایی سرش آوردید؟ دنبال مقصر میگردید، گیر دادید به ما. عزیز من دکتر جون، من باباشم. راست میگه آقای دکتر، من دامادشونم. مرده مرده یا زنده شده به من مربوطید. من نیم ساعت پیش این شیشه رو تمیز کردم. آقا رو دکتر بیهوشی بوده این بنده خدا. اینجا نوشته؟ آره
خونه خالمات خانه ما. خسته نباشی. بفرم بفرم مرد اونجاست برو. چی بودی؟ وای خدا سرم داره میترکه، مثل خواب میمونه. بهرام من، من اینجور قرص های منو بده. زنده شده، زنده. چه خاکی تو سرمون بریزیم. تو اومد بریم براش خواستگاری زن بگیریم. من اینجور تو دوستا دختر رو خوب سراغ داری. خوش شدی مامان، بیا قرصه تو بخور حال جا بیاد. بیا اینجور طرز صحبت کردنی با مادرت اینجوری صحبت نکنی. ها برادرت الان تو شوکه، بیاد اینجا این اوضاع رو ببینی یادت کله پا شد. دکتران گفتن استرس براش خوب نیست. چه ربطی داره آقا جون؟ ربطش اینه که وقتی که بهرام از اینجا رفت تو یه تش نداشتی لباسای شوهر تو توش بشوری. حالا وقتی اون بیاد لباس شوی ببینه، ساید بای ساید ببینه، LCD ببینه، هزار یک کوفت زهرمار ببینه، خب معلومه بنده خدا دو مرتبه سنگکوب میکنه. خدایا شکر، چه بلایی سرمون اومد. قضیه کلیهش رو چیکار کنی؟ من نیست. به من چرا اینجوری نگاه میکنی؟ به من چی ارتباطی داره؟ من برای خودم کلی مکافات و مشکلات دارم. مسئله خانوادگیه، بهتر خودتون با هم حلش کنید. به من ربطی نداره. چی رو بهتر ربطی نداره؟ همه آتیشه از تو گور تو یکی بلند میشه. مغز متفکر اینام توی. آقا جون تو هم دیگه ناز نکن اکبر، بگو الان باید چی کار کنیم؟ اگه بچه‌م ناز کنم، من میگم باید یه جوری رفتار بکنیم همگیمون که این خونه زندگی همین مدلی بوده از اول، قبل از تصادف برام. این برام چون دلب مغزی شده مثلا فراموشی گرفته، برای همین یادش رفته. اگه میشه؟ بله شدنیه، به شرطی که سوتی ندیم. بسپرینش به من. قربون داماد گلم برم که میونه همه ما یه جو عقل تو سر تو افاق. اتفاقا تنها چیزی که تو مخ این بشر نیست همون یه جو عقله. یعنی؟ همین حرفا رو بریزید دور. دارم بهتو میگم بهرام که اومد اینجا همه هوش و حواستون رو جمع کنید که از قضیه کلیه بوی نبره ها. کسی دهن لقی کنه با من طرف. این که همون حرف من شد اکبر. دعوتی ها و قبر رو چی کار کنیم؟ دعوتی ها رو من یه جوری همه رو دست به سر میکنم. مثلا یه چیزی بهانه یه چیزی میذارشم. قبر هم اگه خوب باشه روزی می نمیمونه. قبر خوب این آب نبات میبرن. اگه سه برابر نشد تو اون موقع اسمم عوض میکنم. جواب خلاصه کنن سلوات کنن.
با خوشی ای کاش میمردم زنده با خوشی امیدم بود که تا وقت عروسی آخ به جینام خورد به جینام خورد برو آقا، برو پیکارت آقا برو بیرونش کن برو دیگه، برو بیرونش کن به محمد آل محمد صلوات گشت بازایت بکن آن قم مخور بفرم برونه قدمت برم مادر یاره لعنت کردی چون موقعیت کجاست؟ بیمارستانه چیه چته؟ هیچی فقط یه فردا هوای این فامیل های تابلت داشته باش کار دستمون ندن که خدا رحمتش کنه شما آدرس اشتباهی اومدید اشتباهی؟ بله آجرتن مسخده اصلا توی محل نیست من چند سال توی محل آزم توی محل نیست توی محل بله اشتباه بفهمید اشتباه اومدید بفهمید چکم من که نمیخوام پول شما رو بالا بکشم کلا بردار نیستم فرار که نگردم که میت از فروشش منصرف شده من چیکار بس بکنم خیلی خوب خانوادهش منظور خانوادهش بله من راضی میکنم تو پولو باز چی پولو من تا آخر همین هفته خانواده رو راضی میکنم جنس رو بگی شما پولو برای چی آره آقا جون
قربانت خدا. زهرم ترکی چه درست اینجایی؟ چی بود؟ هیچی، یکی همکارای بیزینسیمون بود. پسر تو زهرم رو ترکنجی که ترست باید اینجا اشبر؟ داداش من هرچی به این مخ لاکه دارم فشار میارم هیچی تو کتم نمیره. کی باید تو کتت بره؟ یه چیزایی تو هست، علامت سوال دارم. بله سبی، من فکر کنم تو همون بیمارستان که بستری بودی ها، باز اونجا به دکتره سفارش میکردیم این مخو تو یه چال سرویس میبرد، هرچی توش بود رو میریخ بیرون، نو میکرد میذاشت سر جاش. بابا این مثلا همین وضع خونه زندگی خودمون، دکاپوز مامان، آبجی منیش، خود تو هستن، این ماشینه اکبر، من تو کار دلجیگر نبودی؟ نه خیر، هست من درسته، من فکر کنم مخه تکون خورد واقعی. مرد سوی ما رو با اسفالت یکی کردی؟ آره؟ نگو این حرفا رو جایی نزن، تو فامیل دوست آشنا داری و آبرو حیثیتمون میره، آبرو فامیل خودتون میره. جونه برام، تو اصلا تو کار دلجیگر نیستی؟ چرا نیستم، هستم برام جون، ولی نه اون دل جیگری باد بزن و خاکستر و زغال و بریزه به پاشه کسفت کاری. نه، تو کار ویزنس دل جیگر، یعنی بین المللی، سال دلات و واردات اینجوری ها. متوجه شدی حرفمو؟ اصلا چرا نمیری یه مدت استراحت کنی؟ بعد تو تازه از تخت بیمارستان اومدی پایین، پایین ما شوخی نی، برو خونه بگی استراحت کن، برو پایین. موبایل کو رنگ برای چی میخوره کجاستی؟ برو پایین، برو استراحت کن، برو داداش، برو قربونه. یک نظر بر کوب کردم مکنون در سراسر ایران محصولات سلولوزی نانسی. نالیدن گرفت، تکیه بر دیوار کردم صفورا، خاک بر فرقم نشست. آقا جون من موندم سرم ضربه خورده، اینه چرا پهلومو بخیه کردن؟ راست میگه، چی بهش فکر میکنه؟ چیزی نیست بابا جون، بیا اینو بکش بدن دون. خیلی ممنون. مگه این آرزو نبود؟ قلبش به ریپ زدن افتاد، رفت عمل کرد. خب میدونم، میشتستمش. با پای آشلاش برگشت، بعد فهمیدیم که چی؟ از پاش برداشتن پیوست زدن به قلبش. دکتران دیگه وقتی یه جات عمل میکنن یه چیزی کم میارن، از یه جات ور میدارن میذاره یه جای دیگه. شما یه چیزی میگی آقا جون، همینطوری که نمیشه که تیغ بزنن تو پک پلی آدم. من میرم فعلا با دکتر است و باید میکنم که دکتر دادگر نیستن، قربونت برم، رفتن ماموریت، بیخود خود عذاب نده. چیه؟ بیا من در واقع میکنم، تو نرو. کیه صفور رو؟ سلام. ای خدا یه معجزه است. ما باید زودتر از اینا میومدیم دیدنت. شرمنده، تازه خبردار شدی. صفورو بذار ببینم. آقا چطوری؟ خیلی ممنون. بخیات چطوره؟ میخوره. وای همه چی لو رفت. دکترا میگن آدم با یک چهارم کلیه سالم هم میتونه زندگی کنه. برو. شما که یه دونشو کامل داری. آقا جون چی میگه؟ برام جون اون عمو کامیه اومده دیدنت. عمو کامی دیگه کیه؟ میگم چی میگه؟ عمو کامیه دیگه، مثل دایی حسن. اون دایی حسنه، این عمو کامیه. من چی دارم میگم؟ آقا جون این عمو کامی چی میگه؟ میگه من یه کلیه سالم بیشتر ندارم. ببین پسرم، من زندگی دخترم و مدیون کلیه ای هستم که تو بهش دادی. نه شما کلیه منو در آوردین دادیم به دختر عمو کامی؟ ما هم چی کار نکردیم،
دکتری این کار کرد. همین عمو کامیت اومد اینقدر اصرار کرد، نشست زیر پای ما التماس کرد، آخر من رو سفارت دلمون سو گفته بابا این یک کلیه رو بدیم بهش بره پیکارش. من زیر پاتون نشستم؟ کی بود سر پول سرکتون رو میزن؟ تو مگه نبودی پاشت در خونه ما رد کرد؟ کلیه کجاست؟ میگم کلیه من کجاست؟ خاکی به سرم شد، بچم داره دست میره. حقته خانم، برای اینکه عقلت دادی دست داماد عزیزت. آره، من از اول بهت گفتم که خانم این بچه یه روزی به هوش میاد، شاکی میشه، کلیهشو میخواد، به خرجت نرف که نرف. حالا بشین پاش بخور. آقا جون، شما اگه از اون اول به نقشه من توجه کرده بودین و مو به مو همون رو اجرا میکردین، الان این اتفاقات نمیافتاد. ببین اکبر، دلم میخواد با این دستم همچین خوشم کنم، برای یه همه آتش از گور تو بلن میشه. از گور من بلن میشه؟ موقعی که داشتیم پولا رو میخوردی این صدای خرت خرت این پولا زیر دندونتون میدینی چیزتون کرده بود، اما حالا همه آتش از گور من بلن میشه. دور از جون، بریم بریم بهرام داریم، بریم بریم بریم. آتش گور من آره. کجا میری این وقتی شب؟ دردت بجونم. آقا جون، پیاده روی برات خوب نیست، بمون خونه استراحت کن. چیه؟ میترسیم به قلبم فشار بیاد نتونی آبش کنیم؟ ها؟ بده من سویچو. ها؟ چی؟ سویچ. سویچ ماشین من؟ ماشین تو؟ قابلی نداره، بیا برادر خانم. نگران نباشی، چرا شما کلیت میفروشید و میخرید. چی؟ عوضت باشی جایی نزنیم. دست رو بگی جون من علی من اشبال آقا نیستم. من که هستم خط با گذار کردم هستم یه امشب. پس من بی طلبی هم. بله سلام. سلام. جناب نشاندار، یه آقای خیلی وقت منتظر شما. کی هست؟ نمیدونم، سعی کردم جلوشو بگیرم اما به زور رفتن داخل. به زور؟ چه اومده اینجا؟ من اومدم رو پله ها بود. میخوای زنگ بزنم به پلیس؟ نه، آشناس. ببین، من میرم تو. به من شیدر بگو دم دست باشه، اگه لازم شد بهتون علامت میدم. باش. فقط چطوری علامت میدید؟ چه میدونم. خب میتونید سوت بزنید؟ سوت؟ باشه سوت میزنم، هوای منو داشته باش. کلیت رو میخوای؟ من که واقعا گیت شدم. پیچیده است؟ نه پیچیده نیست، غیر منطقیه، اصلا خطرناکه. دختر من تازه داره به این کلیه پیوندی بدنش عادت میکنه، شدنی نیست. این دیگه مشکل شماست و دخترتون. من کلیه‌مو میخوام.
یا فکر میکنه این مشکل رو حل کنه. یه بار خرید و فروش کردی بسه. آقای عموکامی، 4 روز بهت مهلت میدم. اگه کلیه‌مو پس دادی که دادی، وگرنه با قانون طرفی. منو تهدید میکنی؟ مگه ما کلیه‌تو به زور تو تنت کشیدیم بیرون؟ فک و فامیلت اومدن اونو با رضایت کامل دادن به ما. صاحب کلیه منم، میبینی که راضی هم نیستم. آقای محترم، بهرام جان، خواهش میکنم بیا از خیر این کلیه بگذر. این بچه تازه داره میفهمه زندگی یعنی چی. بعد از مدت‌ها فردا داره میره مسافرت. به سلامتی. کجایی شالا؟ ترکیه. ساعت 5 هم پرواز داریم. خوش بگذره. پرواز کنین ولی بدون کلیه من. چرا لجبازی میکنی؟ تو اون موقع اصلا تو شرایطی نبودی که کسی نظرتو بپرسه. چطوری بگم؟ تقریبا مرده بودی. الان چی؟ الان هم شبیه مرده ها؟ ها؟ به نظر شما یه مرده میتونه پاشو وایسه؟ میتونه حرف بزنه؟ میتونه دستش تکون بده؟ اصلا یه مرده میتونه راه بره؟ یه مرده میتونه سوت بزنه؟ مردم هم برادر زن دارم، ما هم برادر زن دارم. خدا انشالله از اسب بندازه که مرد که ما رو از اسب بمونه بده. آها جیگرکی، آه جیگرکون، این برا ببین. چاچرم آقا رفید رخ صد بده در رکاب باشین. جسته چیزی بگیرم تو ماشین بخورین. کیس نادری، یه چیزی که علم پزشکی در برابرش هیچ نداره بگه به جز سکوت. اصلا یه معجزه است. من خیلی خوشحالم که پزشک تو بودم. پس برای اینکه منم خوشحال باشم که شما پزشکم بودین، کارمونم به شکایت و دادگاه نرسه، یه لطفی کنین کمک کنین من حقمو بگیرم. بابا من کلیه‌ام میخوام دکتر. گند زدم به زندگیم، همش تو راه مسترام. یه لیوان آب نمیتونم بخورم من. عزیزم اگه مشکل تیم باشه این حل میشه خیلی هم سریع. ولی کاری که تو از من میخوای این نشدنیه. پسر جون تو 2 هفته نشده که از یه عمل جراحی سخت اومدی بیرون. خیلی خطرناکه، هم برای تو هم برای دختر آقای نشاندار. هنوز بخیه ها جوش نخورده. چی میخوای از من؟ کلیه‌مو میخوام، کلیه‌مو میخوام. اصلا اومدی یه بار اتاق عمل ببینی چه خبره اونجا؟ اصلا شده یه بار بری تو اتاق عمل ببینی وقتی که تیغ میکشه زیر شکم بیمار چه خولی میپاشه بیرون؟ رفتی دیدی؟ تو من از چی داری میترسونی؟ من یه بار سوار موتور بودم، شاخ به شاخ رفتم توی بانات شیشه. همچین لایره که کشیدم یه دفعه دیدم اکه هی دل غافل یه شیشه گرفته به پهلوم، جیر داده از کجا تا کجا. سر رودم رو گرفته بودم دستم که نپاشه بیرون. چند گالون خون ازم رفته باشه خوبه؟ چند گالون دکتر؟ پای دست دل قلبم گرفته بودم، پای دست فرمون موتور، همینجوری قلب پل پل در رودم بود که رو زمین میکشی. آقا شما کلیه ما رو حتی این دختره بکش بیرون، برگش با من. گیریم کلیه تو گرفتی، به چه دردت میخوری؟ میخوای چیکارش کنی؟ شما چیکار داری دکتر جون؟ کلیه منو بده، میخوام بذارمش تو شیشه الکل، همینطوری بذارم جلوم نگاش کنم. کلیه خودمه دیگه. یواش نامرلا میدینی از پشت دادم، اگه رو به رو بود من میدیدم میزنمش. چقدر بهت گفتم یا با این بهرام رو باش کن، نرفت دیگه. رفتیم دیگه، قداش خوب و رفیقمون بود، همش تو رستورانش بودیم. ببینم مطمئن چیز دیگه یه تو شکم بیشه ما بلند نکردیم؟ حالا مگه ول میکنه؟ آخه بچه مگه ما دوزیم؟ بازگلی به جمال دوست، اون حد دقل میت وسایل خونه آدم میبره، کاری به دل و قلبه آدم نداره که. آقا جون داداش
پوفت. بله شما روی هرچی دوست سفید کردیم به قولا دوست ای دوزای نامرد ای گذاشت من جواریم بیرون کجا رفت؟ کلومتری نره بذار اینو بذار شماره 626 هواپیمایی ماهان به مقصد استانبول دعوت می شود جهت سوار شدن به هواپیما به خروجی شماره 14 مراجعه فرمایید عمو کامی مگه شما ساعت 5 پرواز نداشتین؟ الان میای؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ جناب سوان خودشونن بگیرینشون یعنی چی؟ این کارا چیه؟ ببینی این آقا مدعیه که شما کلیهشون رو دزدیدین الانم دارین از کشور خارج میشین. نه جناب سروان دزدیه چی؟ این آقا داره شلوغش میکنه. چرا شلوغش میکنم؟ جناب سروان من که جای بخیامو نشونتون دادم. میخوای یه بار دیگه نشون؟ نه لازم نیست. بالاخره این کلیه پیش شما هست یا نه؟ بله جناب سروان پیش ما هست. اما اصلا اینجوری که این آقا ادعا میکنن نیست. ما هر کاری کردیم با رضایت کامل. کدوم رضایت؟ جناب سروان من اصلا روحم خبر نداشت از این موضوع. خیلی خوب. لطف کنید چند دقیقه با من تشریف بیارین حراست. جناب سروان ما به حد کافی دیرمون شده. لطفا کوتاه بیایید. ما زیاد وقتتون رو نمیگیریم. اصلا این کلیه الان کجاست؟ تو بدن دختر من. بفرما. خودشم اعتراف کرد. اونه. ببریم. اینم باید بیاد. آقا خجالت بکش. به بچه چه کار داری؟ من کاری با بچه ندارم. من کلیه ها میخوام. کلیت که پیش این نیست. اینم فیلم جدیده. آره. بابا داره دروغ میگه. دروغ چیه؟ خانم نازنین کو؟ اونها داره میاد. اجازه بده نازنین جان کلیت پیش این دخترم سلام نازنین بابا ایشون آقا بهرام هم آقایی که کلیهشون رو اهدا کردم به شما بله حالتون چطوره؟ ببخشید شرمنده اصلا وقت نشد برای تشکر بیام خدمتتون شما مسافرین؟ من اومدم چیز کنم اومدم بدرقه کنم شما رو که اشاره به سلامتی خوش شما بید. چرا زحمت کشیدین؟ ما باید می اومدیم خدمتتون. پس ظاهرا شما از این خانواده دیگه شکایتی ندارید. من اصلا شکایت نداشتم که من یه سری تفاهم شد، برطرف شد، رفت. حل شد؟ حل شد. پس کلیتون چی؟ خانم الان وقت این حرفاست. ان شاء الله شما از سفر که برگشتین سر فرصت راجبش صحبت می‌کنید. بفرمایید. بفرمایید. شما هم بفرمایید. بفرمایید. موفق باشین. با اجازه. بهرام جان. خیلی ممنون. میدونستم من غیر متعهد هستم. بابا. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خداحافظ. پرواز شماره 626 هواپیمای ماهان تهران به مقصد استانبول ترک کرد. مطمئنی حالت خوبه؟ بیرون چیز میز ناجوری نخوردی؟ نه این از همون اول که مخش تکون خورده تو تکون خوردن مونده ببین چه بساتی را انداخته؟ هر روز یه بامبول من نمیدونم انتخاب با خودتون یا همین فردا شب بیریم خونه آقای نشاندار دخترش برای من خواستگاری میکنیم یا من میرم دوباره کلیه هم بس میگیرم من میگم برام خیلی فکر خوبی کرده ها وصلت با اون خانواده خیلی به نفع اقتصاد و دارایی خونه است باز بوی کباب به دماغت خورد وا دادی؟ ندادم وای آقا جون شما هم دیوار کوتاه‌تر از دیوار اکبر گیر نمیارین؟ اه؟ اکبر دیوارم داره؟ ببینم اگه تو عقب افتاده هستی این همه همیشه طرفدار این شوهر چاخانتی
خدا رو شکر به ما مان منال نداد، ولی عوضش دوتا بچه خلوچل داد. خلوچل بودنمو نمیدونم، فقط اینو میدونم آقا جون من یه جفت کلیه سالم داشتم که الان یه دونش نیست. آقا درسته، ما یه غلطی کردیم، درست. حالا شما بفرمایید حضرت عجل، اگه ما بخوایم از سر تقصیرات ما بگذری با چه خاکی تو سرمون بریزیم؟ آره مادر، هر چی تو میگی درسته. حالا چیکار کنیم؟ فدات بشم. بابا من چند دفعه بگم، همین فردا شب میریم خونه آقای نشاندار، دخترشو برای من خواستگاری میکنیم. همین فردا شب؟ همین فردا شب. باشه، ولی من نمیام. خیلی خوب کردین تشریف آوردین، کاش با خانواده میومدین. من قبلانم چند بار به کامران گفتم که یه ترتیبی بده که دوره هم جمع بشیم، انقدر گرفتاری که فرصت نشد. خواهش میکنم، حتما خانواده هم تشریف میارن خدمتتون. بازم ببخشید که من باعث شدم سفرتون به هم بخوره. حتما قسمت نبوده، حداقلش این اتفاق باعث شد که سوء تفاهم بین ما از بین بره و همه چیز ختم به خیر بشه. گفتین امر خیر، نازنین خانم تشریف ندارن؟ نازنین؟ بله، الان میاد خدمتتون. نازنین؟ نازنین جان؟ شما چیزی میخواستیم بگین؟ من میخواستم بگم عمو کامید، روزگار رو میبینی چه بازی عجیب خریبی داره. اصلا کی فکرشو میکرد کلیه من بتونه. سلام، حال شما چطوره؟ خیلی خوش اومدی. سلام، بفرمایی. بفرمایی. بله میفرمونی. چی میگفتم؟ داشتم میگفتم که حالا که چرخ روزگار کلیه منو داده به دختر شما، اگه اجازه بدین به قول خانومتون یه کاری کنیم بیشتر دور هم باشیم. اون که خیلی خوبه، ولی من کاملا حرف شما رو درک نمی کنم. منظور من اینه که چجوری بگم، راستش من میخوام نازنین خانومو از شما خواستگاری کنم. شما خیلی بیجا میکنی، میشه خودت چی فکر کردی؟ هرچی به روش میخندم هی پروتر میشه. من چی گفتم؟ بفرمایید آقا، بفرمایید خونه من بیرون. یعنی دخترت رو نمیخوای با من بدی؟ من جسد دخترم هم رو شونه تو نمیذارم. تو فکر میکنی کی هستی؟ چشت کور، اون موقع که میخواستی کلیه‌مو در بیاری میپرسیدی من کی هستم؟ بعدش هم نظر نازنین خانم شرطه. آقای محترم، خیلی ببخشید، من حاضرم تا آخر عمرم دیالیز بشم، ولی زن آدمی مثل شما نشم. بفرمایید آقا. دخترتو نمیدونم؟ نه نمیده دیگه، تا آخر هفته باید کلیه منو پس بده. هر وقت 70 میلیون منو پس دادی کلیت رو تحویل میگیری. 70 میلیون تومان؟ بله، حتما اینم بهت نگفتن. نه تو زن، نه تو برادر زن، مسئول اصلا پسر همش رفت تو کما، یه ما نشد رفت. مال ما به جای اینکه بره اون دنیا میاد این دنیا تشد. من جواب معلوم چی بدم؟ دستم هم چیک دارم. آقا چی کار میکنی؟ خرابش نکن. نمیخوای بخری بذار زمین دیگه، اون تو که الان توش قهوه نداره که. بذار زمین بابا. خانم اون کارتونا رو پاره نکن، فابریکیش به هم میخوره. نمیخریم بیاین بریم دیگه. نگاه کن چقدر مامانیه، از صبح پالو مامان جون تکون نمیخوره. آقا جونت کو؟ کجاست؟ آقا برو اون ورا ببین فروشیه، اون تلویزیون نی خانم، اون مکروفته فروشی صداش در اومده، چه برسه به ما. میگم دعا شد که طوریش نشد.
کاش که بابات یه طوری شده بود میتونستیم کلیه های باباتو بفروشیم بریم به جایی. کسی نمیخره. چه میفهمن حالا اون نوعه یا کونه است؟ خانم این فروشی نیست، بزنیم تلفن خونه همونه هی هم دارید میزنیم. آقا اونا پره میفته بزن سر جاش. هی ور میدنی این ور میکنی؟ ای زهر مار. آقا خروس میخواد چیکار کنه بابا؟ خب دوست داره دیگه میدونین که. این چیه خانم؟ قهوه سازه. کارش چیه؟ قهوه میسازه دیگه عزیزم. چجوری کار میکنه؟ کارگر توشیه، قهوه رو که پخ میاره بیرون. اکبر آقا، اول اینو میزنی به برق، بعد این دکمه رو. نه یکی دکمه رو دقیق نمیدونم، ولی تو دفترچش همه چی رو نوشته، البته انگلیسیه. بذی مامانت ترجمه کنه برای فکر کنم چیزه به درد نخوریه. ارزونه ها. خیلی ممنون، به دردم نمیخوره. خوش رنگه، قشنگه. من هیچ اصلا نفروشی بهش. این وقتی داری بابات فوت کرد خواستم تو قط قهوه بدیم، لازمش. دکر آقا بیا اینم بذار لای جنسا. این چیه؟ اینو بابا بزرگم که دو سال پیش اومد اینجا بهرام براش خرید. خدا بیامرزدش، تو انباری بود. یه دستمال بکشی روش ها نوی نوه. دستمال دادی؟ آقا دستمال خلاصی. خلا باشه خب. میکروبه. میکروب چیه؟ همش خدا بیامرز دوبار نشسته روش، دوبار. انگار مثلا دوبار نشسته میکروبش صادر نمیشه. بابا این سوپ خوری که نی خلاص. درست بودم در خودم تمیزش بکنم. آقا فلج چند اینا؟ 20 تومن. 19 تومنه. نه 17 و 700 خیرش رو بشه. همه برنامه رو این هم 1000 تون دیگه روش میشه. شما شد 17 و 700 خیرش رو بشه. خریدم این 100% دست باب داشت که زود خرید. آقا جون دفترش راه نما هم داشت؟ مگه مکروفیلی؟ خواستم ببینم به چه زبانیه؟ خلا که دیگه زبون نمیخواد. آقا جون بابا من اینو 11 دفعه شمردم درسته دیگه. این میشماری 50 51 300. دبیا کی بود میگفت جنسا رو بذاریم اینجا؟ رو هوا میبرم. در همسایه رفت. دیدی چجور خار و خفی شدیم؟ باید از این محل پاشیم. من دیگه نمیتونم پامو از در این خونه بیرون بذارم. اصلا بریم خارج. ماجون منو منیجم باتون میایم. باز تو خانم یه چیزی برای خود دلغور کردی. حالا اگه من اولاغ به حرفای تو گوش کنم، این خونه رو بفروشم، اینا رو آلاخون بالاخون بکنم، تو آبرو در میگرده سر جاش؟ او من از اولم گفتم اینا رو تو این محله ها نمیخرم، به دردشون نمیخوره که. محله ها اکثرا چای خورن، قهوه خور نیستن، قهوه جوش بخرن که. مایش هم یه وانته، من فردا وانت منصور حسنی رو میگیرم همه رو میبریم بالا. لازم نکرده، میگم از خرسه امسال بیاد همش یه جا ببره. شما نمیخواد زحمت بکشی. گیریم که همشو یه جا هم برد. کو تو 70 میلیون. ماشینم میرم آگهی میکنم فردا یکی تو مزیر قبل میفروش. ایفه به من ربطی نداره. اگه بس به شما ربط نداره فضولی نکن دهنتو ببند. کجا میری این وقتی؟ میرم هوا بخورم. عافیه. دروغ میگه میره سیگار بکشه. بگیش کن بری. به 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 آقای عموکا میخوان بفهمیم. بفرمایید. خب دیر تشریف آوردین، همه رو فروختیم. شما که قرار بود یه هفته دیگه بیاین، چی شد دو روزم نگذشته که هنوز؟ من برای پول اینجا نیومدم. برای چی اومدی؟ اومدم موافقت خودم رو با ازدواج شما و نازنین اعلام کنم. دیدین مون جون، من از اول آقا جون نگفتم این آدم آدم حسابیه. گفتم یا نگفتم؟ نه کی گفتی؟ من هرچی فکر میکنم میبینم نمیتونم سلامتی دخترم به خطر بندازم. من با ازدواج شما و دخترم موافقم. دمت گرم. اینجوری شما هم لازم نیست چوب حراج به زندگیتون بزنید. هر موقع آماده بودین میتونیم مراسم رو اجرا کنیم. دقیقاً این حقوق بشر میمونه. این بشر همه کامی خود نازنین خانم چی؟ ایشون ازشون چیه؟ من با نازنینم خیلی صحبت کردم، متقاعدش کردم که اینجوری برای همه همون بهتره.
اون هیچ وقت رو حرف من حرف نمیزنه. دست رو بر نکن. آقا برام مبارکه. مبارک باشه. بفرمایید تو. دم در بده. چرا وایستادی؟ بهرام جان میخوام یه بار دیگه به خاطر رضایت نامه اهدای کلی ازت تشکر کنم. واقعا خواهش میکنم تا آخر زندگیمون دیگه اصلا حرفشو نزن. باشه دیگه حرفشو نمیذارم، هر چی که تو بگی. اصلا کلیه من قابلی نداشت، ولی تو میدونی که مهریه من خیلی قابل داره. برای همین ازت میخوام همین حالا تمام و کمال مهریه‌مو بهم بدی. شوخی میکنی؟ نه کاملا جدی میگم. یعنی چی؟ چرا مسخره بازی در میاری؟ خجالت بکش. تو خجالت بکش، مهریه حق منه. تازه شرعاً و قانوناً اندل مطالبه هم هست. منم حقم و همین الان میخوام. چرا زور میگی؟ من از کجا در میارم 2350 تا سکه به تو بدم؟ تمام بها. حالا؟ اون دیگه مشکل خودت، شوهر خوبم. اه آره کجا میری؟ اه نازنی کجا میری؟ نازنی فرمایید سرکار، آقای دامادی که میگفتم خودشه. شما اینجا تشریف داشته باشین. لطفاً با من بیاین. برای چی؟ تشریف بیارین کلانتری معلوم میشه. شما بفرمایید. شما بفرمایید. 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 من برم؟ بفرمایید. مرف بیهوش مرد. چه دیدی؟
نه احساس میکنه نسیمه بیدار میشه. به هوش اومد. خدا رو شکر. وای برام جون. نفس من تو اینه تو برم برادر خانم برم جونم بله بله نالوسی بی تو شهرک من هار شدم یا تو که به خاطر پول هر غلطی داری میکنی؟ من هار شدم. لطفا همه آروم باشید. یه لحظه اجازه بدید ببینم چی شده. همون یه کلیه که ازم کشیدی میرون بحثتون نبود؟ بازم میخوای یکم بکشی میرون؟ کلیه چه دریوریا چی عزیزم؟ کلیه درد داره. رو برم. خانواده از شما پرودتر و بیمعرفت‌تر من تا حالا ندیدم. تو مرگم بده. آقای دکتر الهی فدات بشم. این بچه من مغزش تکون خورده. تو رو خدا به داد. نگران نباش. آره تکون خورده آقای. من هیچیم نیست. حالم خیلی هم خوبه. این شما این که هرس پول داره میکشتتون. پدر منو در آوردی. از همتون شکایت. با ما بود. از همتون شکایت. آقای دکتر این مغزش کجاستون دکتر دادگر کلاش بیمعرفت؟ هرچی بکشم از دست اون دکتر دادگر نامرد بکشم. کون دکتر دادگر سرش کنه بیاد. ما اینجا دکتر دادگر نداریم. دکتر دادگر نداری؟ نه خیر نداریم. پس کی بود که این کلیه هم حتنم کشید بیرون نیمت بخیه زد تو معلوم؟ من این کلیه تو در آوردم. کلیه در آوردیم؟ کلیه تو؟ کی رو در آوردیم؟ بخیه هم تو؟ چیزی کشیدیم بیرون؟ آروم باشیم. زیر تخت نیست. کجا بخیم؟ نمیدونم بالا چی میگرده. آروم باشی. آروم. دکتر من مرگ مغزی شده بودم. من رفتم یه دور اون دنیا برگشتم. نه کسی به کلیه شما دست زده. نه شما مرگ مغزی شده. پس اینجا چیکار میکنم؟ مرگ مغزی که نمیتونه 5 ماه زنده بمونه. در عرض چند روز میمیره. تازه اگه شما مرگ مغزی بودی که به هوش نمیومدی. اصلا شما داشتی تو خیابون تردد میکردید. اوش موبیل محکم مزد شما رو ندید. شما چندین قرق تو هوا خوردید. محکم خوردید زمین. احتمالاً یادتون نیست. اعضای بیمار مرگ مغزی که خرید و فروش نمیشه. دکتر الهی فدات بشم. این بچه من حافظه‌شم از دست داده. تو رو خدا یه کاری بکن برای بچه. خانم جان عرض کردم. این یه حالت طبیعیه. بله طبیعیه. میشه سزارین هم بشه. دکتر برای من ازدواج کرده بودم. من عروسی کرده بودم. زن میخواد. دوست داره زن داشته باشه. بدید زن بشه. به خدا برات زن میگیرم. داد بشم عزیز دلم. زن میگیرم برات. طبیعیه. یه با خودی